اتم در مولکول سبک دیگه ای از مسائل که مثل ارتباط یک ماده با یک ماده متفاوت هست با یه تفاوت کوچیکی. مشاهده کنیم 64 گرم اکسیژن در شرایط استاندارد چند مولکول دارد. بدون هیچ توضیح اضافه ای بیایم فقط با تکنیک نوشتاریمون مسئله رو حل کنیم. 64 گرم اکسیژن، همینجا نگهش میدارم، هرچی شنیدم می نویسم. 64 گرم O2. در مفاهیمی که تو استوکیومتری خدمتتون عرض کردم گفته بودیم که گازها مثل اکسیژن مولکول‌های دو اتمی دارن به جز گازهای نجیب. در شرایط استاندارد به درد حل من نمیخوره، یعنی نسبت به شرایط استاندارد بسنج. وقتی دستم رو به سمت عقب هدایت میکنم یعنی که با این تیکه مسئله کاری نداری، بذارش پشت سر، بقیه چیزایی که لازم داری رو بنویس. من الان نیاز به مساوی و اون سمتش دارم، رسیدم به چند، پس مساوی مو مینویسم. چند مولکول دارد؟ مولکولو که میدونین با نماد میم نشون میدیم، ایکس مولکول دارد. رسیدم به دارد، کلمه دیگه ای نمیبینم، پس اسم این ماده چیه؟ راجبه یه ماده داره صحبت میکنه. خب این مسئله بسیار ساده است چون راجبه یه ماده صحبت میکنه، فقط باید واحدا رو به هم تبدیل کنیم. مولکول O2 از بین میره، تبدیل میشه به گرم O2. باید شرایط استاندارد رو بنویسیم، کمک کنین. مولکول استاندارد چنده؟ مولکول استاندارد برای تمام مواد 6.022 ضرب در 10^23 گرم O2 باید داده باشه. O رو داده 16، پس O2 میشه 32. یادمون نره انتهای مسئله این جمله رو بگیم، یه ماده است یا دو ماده؟ یک ماده، پس مسئله تموم شد. جوابش هم که مشخصه. شاید بگین این مسئله خیلی راحته، مربوط به درس دو جلسه قبل، پس چرا من الان عنوان میکنم؟ راستشو بخواین من میخوام این مسئله رو با دو مسئله بعدی مقایسه کنین، ببینین با کلمات کوچیکی که تو در صورت سوال تغییر میکنه چقدر مفهوم و حل تغییر میکنه. بریم با مسئله بعدی مقایسش کنیم. 64 گرم اکسیژن اتمی در شرایط استاندارد چند اتم دارد؟ بازم فکر نمی کنم، بحث نمی کنم، روی کلمات مانور نمی دم، خلاصه نویسی ما انجام می دم میام جلو. 64 گرم اکسیژن، ننویسی O2، 64 گرم اکسیژن اتمی، یعنی 64 گرم O، داره تأکید می کنه رو اتم بودنش. در شرایط استاندارد رفت پشت سرم، چند اتم دارد؟ چند اتم چی دارد؟ خب چند اتم او دارد دیگه، بازم که یه ماده است، بازم مسئله راحته. پس این کلمه یه کلمه جدید بود برای من و تو. اتم او از بین بره، به چی تبدیل شه؟ هر چی که اون بره، گرم او. اتم استاندارد برای تمام مواد 6.022 ضرب در 10^23 گرم استاندارد داده، جرما رو باید خودش بده، 16 گرم. یک ماده است یا دو ماده؟ یه ماده است، جفتش اوه، پس کار من تمومه با این مسئله، فقط باید جواب آخر رو به دست بیارم. حالا مسئله سوم رو دقت کنید چقدر با این دوتا فرق داره. 64 گرم اکسیژن در شرایط استاندارد چند اتم دارد؟ بازم بدون فکر به خلاصه نویسی کنیم. 64 گرم اکسیژن، پس می نویسم 64 گرم O2 در شرایط استاندارد. رسیدم به چند؟ مساویمو میذارم. چند اتم دارد؟ قبل اینکه من اسلاید رو بیارم یه ذره فکر کنین چند اتم چی دارد. بچه های بی دقتی که به اسم دقت نمی کنن فقط می نویسن ایکس اتم، یا خیلی دیده شده می نویسن ایکس اتم O2. O2 که اتم نیست، توی O2 چه اتمی وجود داره؟ آفرین، اتم اکسیژن، یعنی اتم O. چند اتم O؟ اول بنویسیم بعد راجبش حرف بزنیم. اتم O باید از بین بره، به چی تبدیل بشه؟ گرم O2، گرم O2. اتم استاندارد برای تمام مواد 6.022 ضرب در 10^23 گرم O2 رو هم که میدونی تو دوتا مسئله قبلی هم داشتیم، 32 گرم. حالا دقت کن، با یه ماده سر و کار داری یا دو ماده؟ خیلی در جواب من گفتن یه ماده، میگم یعنی چی یه ماده؟ دانش آموز میگه خب اکسیژن دیگه. منظور من از یک ماده یا دو ماده در این جلساتی که پشت سر گذاشتیم متوجه شدین ماهیت شیمی نیست، این کلمه یه اصطلاحیه بین من و تو، یه تکنیکه. درسته که او و O2 هر دو مفهوم اکسیژن میدن، اما این O2، این O دو چیز متفاوته. من اسم اینو میذارم دو ماده متفاوت، اما نه مثل درس جلسه قبل که یه ماده HF بود، ماده دیگه SNF2 بود، یه ماده دیگه بود. با اینکه دو ماده متفاوته، اما از اصطلاحش کلمه کاملا متفاوت رو برداشتم، نوشتم اتم در مولکول. او با O2 متفاوته، اما او اتمی است که تو دل O2 قایم شده.
به هر حال دو ماده است، پس ضریب میخواد. نیای برای اینا معادله بنویسی ها. معادله مال اینه که یه ماده 3H4ه، یه ماده H2Oه، دو ماده متفاوتن، شرقی و غربی هن. وقتی اتم در دل مولکول قایم شده، مولکول بزرگتره یا اتم؟ معلومه مولکول. مثل اون بحثی که داشتیم، گرم بزرگتره یا میلی گرم، مال یه خانواده بودن. اینجا هم همون کارو بکن، به بزرگ یک بده، او دو یک. یه دونه او دو چند تا او داره؟ دوتا. دیدی؟ بدون اینکه معادله بنویسم تونستم چیکار کنم؟ ضرایبشون رو پیدا کنم. حالا فهمیدی منظور از اتم در مولکول چیه؟ دو ماده متفاوت اما نه کاملا متفاوت، اتمی که تو دل مولکول پنهان شده. به نظر من اینا جزء مسائل سنگین حساب میشن، چون دانش آموز بی‌دقته معمولا سر جلسه کنکور، چون زمان کم داره، چون عجله داره. متوجه شدی استوکیومتری همه مثل همن؟ بهت قول میدم تا آخر چگالی، درصد خلوص، مولاریته، مولاریته، ما همین کارو میکنیم. فقط تو هر سبک مسئله من باید بیام یه سری کلمات رو برای شما معنی کنم، یه سری اصطلاحات رو برای شما معنی کنم. چهارچوب تغییر نمیکنه. حالا چرا گفتم این مسائل میتونن سخت باشن؟ به خاطر اینکه بچه‌ها رو کلمات، رو اسم معمولا تاکید ندارن، معمولا اسمو گم میکنن، یادشون میره این او دو این اوه. بیاین چند تا از این مسائل حل کنیم، با نمونه‌های دیگه‌ش هم آشنا بشیم. در یک دوم مول کربن دی اکسید چند اتم اکسیژن به حالت ترکیب وجود دارد؟ اصلا نمیخوام فکر کنم این مسئله جزء کدوم تیپ مسائله، فقط خلاصه نویسی میکنم. یک دوم مول کربن دی اکسید، همینجا حساب میکنم، یک دوم مول CO2 چند؟ پس رسیدم به چند، مساوی رو گذاشتم، اتم اکسیژن X اتم O، بقیه شد یه کاری ندارم، چون عدد واحد اسم، عدد واحد اسمم رو ساختم. بلافاصله تبدیل میکنم، اتم او باید از بین بره، تبدیل به هرچی که اونور هست بشه، به مول CO2. حالا بیا شرایط استاندارد رو با هم بنویسیم. اتم استاندارد، عدد آواگادرو برای همه مواد، او یا هر چیه دیگه، مول استاندارد برای همه مواد یک. حالا دوباره بعد این جمله کلیشه ای رو که آخر همه مسائل میذاریم رو تکرار کنیم. یه ماده است یا دو ماده؟ بله دو ماده. CO2 کجا؟ او کجا؟ ولی دو ماده کاملا متفاوت نیستن. او اتمی است که در دل مولکول CO2 پنهان شده. برای بزرگی یک میذارم و بعد فارسی با خودم صحبت میکنم، میگم یه دونه CO2 چند تا او داره؟ دو تا او داره، پس ضریب او میشه دو. تموم شد. عدد این جواب این مسئله هم هست، 6.022 ضرب در 10 به توان 23 اتم او. خیلی اتفاقی دقیقاً عدد آواگادرو در اومد. در و میلیلیتر گاز اکسیژن در شرایط استاندارد 6.022 ضرب در 10 به توان 21 اتم وجود دارد، و کدام است؟ تا کجا خلاصه نویسی کنیم؟ دقیقاً و میلیلیتر اکسیژن، و میلیلیتر او دو. شرایط استاندارد ولش کن، 6.022 ضرب در 10 به توان 21 اتم. اتم چی؟ تو او دو جز اکسیژن اتم دیگه ای هست؟ نه. پس می نویسم اتم او. اتم او از بین بره، به چی تبدیل شه؟ میلیلیتر او دو. اتم استاندارد، عدد آواگادرو، میلیلیتر استاندارد برای تمام مواد 22400. دو ماده داریم، او در دل او دو قایم شده. یه دونه او دو چند تا او داره؟ دو تا او داره. اینم دو تا او. مسائل خیلی به هم شبیه شدن، یه ذره متفاوتشون کنیم. جواب این مسئله هم هست 112 میلیلیتر گاز او دو. این دوتا مسئله که میخوایم ببینیم رو با هم مقایسه کن، این مسئله و مسئله که در اسلاید بعدی هست. الان داریم راجع به یک گاز تک اتمی مثل نئون صحبت میکنیم، گازهای نجیب که میدونین، گفتیم قبلا تک اتمیان. مثال بعدی راجع به H2 صحبت میکنیم که گازی دو اتمیه. ترکیب هر دو مسئله به این صورته، ولی ببین چقدر حلا متفاوته. یک گرم نئون، منم مینویسم یک گرم نئون، همون چیزی که بهم گفت. به ترتیب، پس مسئله دو قسمت داره، شامل مساویه. چند مول؟ ایکس مول. ایکس مول چی؟ اسم دیگه ای نمیبینم، یعنی همون نئون. و یعنی یه قسمت دیگه، یعنی اومده از تیکه اول فاکتور گرفته. پس دوباره می‌نویسم، باید بنویسم یک گرم نئون ربطش بدم به قسمت دوم. فعلا یه قسمت اول حل کنیم، چی از بین بره؟ مول NE. به چی تبدیل بشه؟ گرم NE. مول استاندارد برای تمام مواد یک. گرم استاندارد، گرم ها رو حفظ نیستم، میرم میبینم 20. تموم شد. چرا تموم شد؟ چون واحد دو طرف مساویه. به یه چیزی دقت نکردم، یه ماده است یا دو ماده؟ شانس آوردم، یه ماده است، پس ضریب نداره.
بریم سراغ قسمت دوم، یک گرم نئون. اینم یک گرم نئون. این دفعه بعد و گفت چند اتم مساوی x اتم نئون. اتم نئون از بین بره، به گرم نئون تبدیل شه. اتم استاندارد، عدد آواگادرو، گرم استاندارد 20. خود مسئله به ما میده یه ماده است یا دو ماده است؟ یک ماده. پس این مسئله بسیار راحت بود، مثل مسائلی که در دو جلسه قبل با هم کار کردیم. حالا بریم همین سوالو تبدیل کنیم به یک گاز دو اتمی مثل هیدروژن. نئون رو برداریم، به جاش هیدروژن بذاریم. 10 گرم هیدروژن دارای چند مول و چند اتم است؟ دیگه با این سبک سوال که و داره دو قسمتی آشنا شدی. از 10 گرم هیدروژن فاکتور گرفته، اینم 10 گرم هیدروژن. یعنی هیدروژن یعنی چی؟ یعنی H2 دارای، یعنی مساوی با چند مول، اینم چند مول. اسم دیگه ای نمیبینم، پس اسمش همون H2ه. مول H2 از بین بره، به گرم H2 تبدیل بشه. مول استاندارد برای تمام مواد یک، وقتی جرم H1ه جرم H2 چنده؟ 2. یک ماده است. کار من تموم شد، ادامه میدم. قسمت دوم بعد از و رو میخوام حل کنم. 10 گرم هیدروژن، اینم 10 گرم H2 دارای، اینم دارای چند اتم است؟ چند اتم چی؟ خدای نکرده ننویسی چند اتم H2. H2 که اتم نیست. تو دل H2 چه اتمی وجود داره؟ آفرین، اتم هاش. چند اتم یعنی چند اتم هاش. استوکیومترش رو بنویسیم. اتم هاش به گرم H2، اینم گرم H2. عدداش هم بنویسیم. عدد استاندارد اتم 6.022 ضرب در 10 به توان 23 گرم H2، مثل مسئله قبلی 2. یه ماده است یا دو ماده است؟ آهان، دو ماده است. حالا تفاوت این گاز دو اتمی رو میتونی با مسئله قبلی که گاز تک اتمی بود درک کنی. پس باید ضریب بذاریم. برای بزرگی 1 میذارم. یه دونه H2 چند تا H داره؟ 2 تا. تموم شد. و آخرین مسئله که امروز میخوایم حل کنیم یه ذره از اینا پیشرفته تره. هرگاه یک قطره آب 300 گرم جرم داشته باشد، بر اثر تجزیه آن در دمای بالا چند اتم پدید می آید؟ اولین عددی که در این مسئله به چشم می خوره 1ه. قاعدتا بعد از عدد باید واحد بیاد، واحدش پس باید قطره باشه، اسمش هم آبه، درسته. ولی من و شما راجع به واحدی به اسم قطره با هم صحبت کردیم؟ نه. پس این یه تیکه رو اضافه تو مسئله به ما داده. ببینی، برای اینکه استوکیومتری رو طولانی کنه شما زمان زیادی صرف فهمیدن سوال بکنین، میاد یه سری کلمات اضافی تو مسئله میذاره، مثل این عبارت یا این عبارت. منی که دارم مسئله رو روی کاغذ تئوری حل میکنم برام فرقی داره تجزیه آن در دمای بالا باشه یا دمای پایین؟ نه. پس خوندن این قسمت های مسئله فقط زمان منو هدر میده. شما باید چشمتون اون قسمت های از سوال رو که نیاز دارین جدا کنه. چیا رو جدا کنه؟ عدد و واحد و اسم، عدد و واحد و اسمی که به دردت میخوره. قطره ما نداشتیم، پس با این شروع کن. 300 گرم جرم داشته باشد. کی؟ آب. میبینی؟ اسم آب رو به جای اینکه اینجا باشه برده پشت عدد گذاشته. یه قطره آب 300 گرم. منم مینویسم 300 گرم H2. کلمه جرمم زیادیه. وقتی میگه 300 گرم من میفهمم گرمش همون جرمشه دیگه. گرم که واحد حجم نیست. کلمات اضافی رو برداشتم. صاف میام سراغ مجهولم. چند اتم پدید میآید؟ آها، فرق این مسئله با مسئله قبلی اینه که تو مسئله قبلی میگفت چند اتم هیدروژن، چند اتم اکسیژن، یا مثلا ماده شما اکسیژن بود که جز اتم او چیزی نداشت. اما اینجا ببینین، ماده شما H2Oه، هم اتم H داره هم اتم او. نگفته چند اتم چی؟ نیای به سلیقه خودت مسئله رو تحریف کنی، نیای بگی منظورش H بوده. اگه H بود منظورش، خودش میگفت. اگه O بود میگفت. پس نکتهش چیه؟ وقتی نمیگه منظور کل اتمایی که تو این ماده وجود داره. یه مثال براتون میزنم. تجسم کنین ماده H2SO4 چند تا اتم H داره؟ 2 تا. چند تا اتم S داره؟ 1 دونه. چند تا اتم O داره؟ 4 تا. حالا اگه بگه H2SO4 کلن چند تا اتم داره؟ چند تا اتم داره؟ 7 تا. وقتی هیچی نمیگه منظور کل اتماشه. اینجا رو ببین، یه بار دیگه برگردیم عقب. از اول، هرگاه یک قطره آب به دردم نخورد 300 گرم جرم داشته باشد، ما هم نوشتیم 300 گرم H2، بر اثر فلان، اصلا لازمش ندارم، چند اتم به وجود می آید؟ می نویسم چند اتم. اتم چی؟ وقتی نمیگه کل اتماشه، یعنی اتم H و O.
روح هم رفته اتمای هاش. خیلی از بچه‌ها میان اول به اتمای هاش تبدیل میکنن، بعد به اتمها تبدیل میکنن، بعد با هم جمع میکنن. لزومی نداره، دقت کنین، اتم هاشو باید از بین بره. به چی باید تبدیل شه؟ گرم هاشتو. اتم هر چی که میخواد باشه، عددش مشخصه. گرم هاشتو عددش مشخصه. حالا اون جمله‌ای که بهتون گفتم خیلی مهمه، دو جلسه است ما داریم راجع به این جمله با هم صحبت میکنیم. اشاره کن آخر مسئله، یه ماده است یا دو ماده است؟ هاشتو او، هاش و او، دو ماده است. آیا دو ماده کاملا متفاوته؟ خیر، اینجا رو نگاه کن، هاشو او اتمایی هن که تو دل هاشتو او قایم شدن. هاشتو او مولکولشه، بزرگتره، براش یک میذارم. یه دونه هاشتو او چند تا اتم هاش و او داره؟ بله، دو تا هاش داره، یه دونه او، سه تا اتم داره. پس میتونی کل اتماشو تعدادشو یه جا بنویسی. اگه هاشتو او اسو چهار بود چی مینوشتی؟ یه دونه مولکولش هفت تا اتم داره، هاشتو او یه دونه مولکولش سه تا اتم داره. ما در جلسات بعد مسائل رو میخواییم رو بررسی کنیم که از نظر شمایل و چارچوب و استخونبندی همین مسائلن. یه مواردی بهشون اضافه میشه، مثل درصد خلوص، چگالی، مولاریته، درصد جرمی، درصد حجمی، که خیلی از شماها با شنیدن اسم این مسائل یه ذره به ترس میفتین. مطمئن باشین در اسلایدهای بعدی خواهید دید، در جلسات بعدی، مسائل درصد خلوص، چگالی، مولاریته، درصد جرمی، درصد حجمی و پی پی ام دقیقاً همین مسائلن، با یک تغییر بسیار کوچیک که در عرض 15 دقیقه شما میتونین اینا رو یاد بگیرین. حتما درس رو دنبال کنین.